فاینال فانتزی رو دور افتاده و همین طور داره ریلیس میده پشت هم، از 16 بگیر تا اکسپنشن های جدید 14 و البته ریبرف که به زودی میاد و الان هم ایور کرایسیس توی کلوزد بتا اومد و من بعد از 3 روز تقریبا بازی کردن میتونم بهتون بگم بازی خیلی خفنیه. ایور کرایسیس بازیه که واقعیتش ما تا قبلش هیچ ایده‌ای نداشتیم دقیقا چجوریه یا هدفش چیه، ولی الان تقریبا من میدونم داستان چیه. ایور کرایسیس قراره که یک هاب باشه، یک دنیای بزرگی قراره باشه که شما توش میتونید داستان 7 کرایسیس کور و فرست سولجر رو تجربه کنید و ریمیک در واقع تو این کلکسیون نیست، که به نظرم کار جالبیه و خوبه، شاید بعداً بخواد بیاد ولی فعلا حداقل منطقیه. چیز جالبی که این بازی داره اینه که گرافیک طور بخوایم بهش فکر بکنیم، دیزاین کاراکترها، محیط، اینا حداقل وقتی به 7 داریم فکر میکنیم از روی ریمیک گرفته شده. حتی یه سری کاتسینای ریمیک هم آوردن و گذاشتن این تو، که به نظرم ایده خیلی خوبیه، چرا که باز شه یه ذره اون وحدت لازم بین تمام آی پی آی 7 باشه. و این حداقل حرکت خیلی جالبی بود که من دوست داشتم و جالب خیلی خوب رو موبایل اجرا میشه. یعنی من وقتی نگاه میکردم گفتم خیلی خوبه، واقعا گرافیک خیلی خوبی داره. و حالا چون من خودم خیلی موبایل بازی نمیکنم ولی حداقل اینو که نگاه کردم با خودم گفتم نه واقعا گرافیک قشنگی داره. در این حال شما برای مثلا کرایسیس کور گرافیک ریمستر رو دارین، یعنی مدل های ریمستر، یه سری از کاتسین های ریمستر و یه سری کاراکترها که خب تو ریمستر حالا دیزاینشون عوض شد یه ذره، مثلا افریت و سامن های دیگه، اونا با همون دیزاین جدید میان در واقع، که نظرم دوباره کار خیلی خوبیه. ولی چیزی که از همه جالب تر و به دل من خیلی نشست این بودش که شما بین ماموریت ها موقعی که کاتسین نداری یا داری توی مثلا یک مپ را میری و اینا، دیزاین اصلی فاینال فانتزی 7 رو به طور چی میگن ریمستر شده داری. حالا هی میگم ریمستر بیزم که قاطیشه، ولی منظور اینه که یعنی فاینال فانتزی 7 خب به هر حال معروف به کاراکتر دیزاینش که ظاهر دستای مثلا گنده داشتن، با اینجاشون کوچیک بود و یهو دوباره اینجا گنده بود، که دیزاین خاصی بود. همین دیزاینا رو یه حالت جدیدتر و بهتری با همون تقریبا سبک و سیاق گذاشتن تو بازی که برای شما مثلا همون اوریجینال رو تداعی کنه. در واقع شما هم میکسی از قدیمی ها رو داری هم جدیدا رو. و یه چیز جالبه شاید واسه همین بود که خیلی همون اصلا گیج شدیم که آقا داستان چیه، بالاخره قراره اون اولیا رو بیاره یا قراره ریمیک رو بیاره. بعضا مثل یه ترکیبی از هم است با هم. در این حال فرست سولجر هم هنوز من به تجربهش نرسیدم، قطعا ویدیوشو اون جدا میذارم، ولی اونم از خیلی جالب میاد و یک چیزی که ما فکر میکردیم که اگه آقا سفیروف شاید قراره مش کوتاه باشه یا مثلا میشه ادیت کرد، به نظر میرسه نه این مال فرست سولجر و اصلا بحثش کلن متفاوت از اینا. از در گیم پلی خب بازی ترن بیسته مثل در واقع فانتزی 7 اصلی، ولی مثل اصلی در واقع اونجایی که ما فکر کنیم نیست، حتی کرایسیس کور هم اون مدلیه مثل خودش نیست. در واقع ما اینجا ای تی بی رو داریم، اکتیو تایم، که منظور اینه که این تایم این پایین شروع میکنه به پر شدن و هر موقع که پر شد به مقدار لازم واسه اون اتک که شما میخواییم بزنیم، میتونه موقع کلیک کنین روش و اتک رو بزنین، چه شما چه دشمن. دشمن قرار نیست همجور پشت هم به شما اتک بده. در این حال دیفنس و اتک دادن هم اتوماته که به نظرم خیلی باحاله. و این کلن سیستم ای تی بی به نظرم سیستم خیلی خیلی جالبی علی خصوص برای موبایل. در این حال شما هم ویکنس ها رو دارین که میتونین به دشمن بزنین ویکنس بدین و دمیج بیشتری بهش بدین. اینترابشن رو دارین که کمک میکنین که شما یهو مثلا جلوی اونو بگیرین که دمیج نخورین و بتونین یهو کلی اتک کنین، چون ای تی بی رو تندتر میره. اوتو، سما و منیوال رو داریم که خیلی ایده خوبی بوده مخصوصا برای گرایند کردن. و سرعت دوبل که برای اکتوپاث تراولر من یادمه از روی کنسول آوردن گذاشتن خیلی کار جالبی بود و اینجا هم هست. یعنی شما اگه میخوای گرایند کنی و میخوای بذاری خود کاراکترات برام بجنگن رو اوتو، میتونی بذاری رو دور دو برابر و مثلا توی یه دقیقه دو دقیقه برگردی به اینارو مثلا زده چی میگن تیکه پاره کرده. و یه چیز خوبی که داره اینه که همین داستان اوتو خیلی جالبه، چرا که مثلا یه باسایی هست هم ممکن شما مثلا ندونی چجوری میخوای شکستش بدیم، توی بذاری رو اوتو ببینی اوکی اون چجوری شکستش میده و دفعه بعدی که میخوای بجنگی ایده بیشتر داشته باشی.
و به حال محتوا خیلی داره، سولو کانتنت داره، شما میتونی برید توی اون وپناتو بهتر کنی، دانجن داره که مثلا دانجناش هم خیلی جذابه و یه تمرکز خاصی که داره اینه که شما میتونین کلن کاراکتراتون رو آپگرید کنین، جدا از که لول میگیرن که خب طبیعیه، وپن ها رو میتونین آپگریدشون بکنین برای مثلا لولش بره 20 30 و بیشتر، و متریال رو میتونین کار باش کنین، سامن ها رو میتونین کنین، در واقع یعنی یک حالت کامل RPG تور بهتون داده. و یک قابلیت خیلی خیلی خوبی که داره اینه که شما میتونین بزنین بست اکویپمنت، خود بازی تشخیص میده چی رو الان بذاره، چون یه ذره گیج کننده میتونه باشه، شما به جز سلاح اصلی سلاح دوم داری که نمیبینیش توی بازی ولی خب تأثیر گذاره، و ساب اکویپمنت داری که باز دوباره نمیبینی ولی مهمه، خیلی واجبه. چرا؟ چون همین سری افکت دارن، در واقع شمشیر اصلی شما یا سلاح اصلی شما یه افکت خاص داره که دمیج هم میده، ولی بقیه شون حکم افکتو دارن که میان و میرن، مثلا هلفتون رو بیشتر میکنن، ATB سریعتر پر میشه یا اتک خاصی بهتون میدن. اینا چیزایی که به نظر من اون اوایل بازی برامون انجام داده یه ذره منطقی تر تا اینکه خودمون دستمون را بیفته، و به نظر من این آپشن بست اکویپمنت خیلی چیز خوبیه، خیلی به جایه و واقعا ایول دارن برای همچین چیزی گذاشتن. در این حال پاور لول نشون میدن که ببین الان اصلا کاراکتر شما در حد اون میشن هست یا نه، و همه اینا خیلی تمیز کار شده. مولتی پلیرش متاسفانه از این حالات هست که بعد یا اینوایت بشی یا کد بت بدن و اینا که بری بجنگی، من نشده هنوز تجربهش کنم قطعا، ولی سراغش میرم. ولی در کل بخوام بگم سیستم خیلی جالبی داره، حتی از اون جالبتر در واقع برای درا کردنشه یا همون لوت باکس تورشه به قولی، و تمرکزش خیلی خیلی روی سلاحه. من مثلا سلاحای خیلی خفنی توستم با این داستان بگم، مثلا توستم مراسامه فانفرزی 7 رو بگم که خیلی خوشگله، و اگه ادامه بدم ممکنه چون تم استمپ اینجوری پر میشه هی، و ممکنه حتی مثلا بتونم لباس جدید برای کلاود بگیرم. اینا چیزاییه که خیلی جذابش میکنه، یعنی کار شما راحت هم کنید سلاح های خفن میگیری یا همون سلاحی که گرفتی یهو میتونه ریریتیش آپگرید بشه از مثلا ساده به اپیک و مثلا لژندری. ایناش خیلی به نظر من جذاب کار شده و یه چیزی که خب توی دنیای موبایل گیمینگ واقعا مهمه بین مردم، و حداقل تا الان من احساس نکردم پی تو وینه، یعنی واقعا احساس نکردم بگه آقا پول، اصلا فعلا آپشن پولیش که نیست، یعنی ندیدم و قطعا بعدن میاد، ولی احساس پی تو وین بودن بد نمیده. مثلا یه سری بازی دیگه که من انجام میدم موبایل گیمینگ میتونی پول بدی یه سری کارت تونتر بره جلو، ولی اصلا لازم نی. در این حال کارایی که میکنه بعضا خیلی باحال، مثلا آرمورهای جدیدی که میتونه بهت مثلا به کلاود داده هم مرسامه که اینو میتونی بگیری و بذاری برای کلاود، هم دیفنست میره بالتا، هم یه لباس جدید داری، همین لباس رو میتونی به عنوان اسکین بعدن استفاده کنی، یعنی نیازی نیست حتما همیشه این باشه و مثلا میگه خب این ضعیفه، حتی میتونه به عنوان اسکین باشه. من مثلا ما میگیم ترانسمورگفای توی مثلا بازی کنسولی، و مثلا اینا همه انتخابای خیلی خوبیه و با خودم فکر کنم احتمال خیلی زیاد ریبرف هم همچین کاری خواهد کرد اگر ریمیک نتونستن انجام بدن و دستشون بسته بود، چون توی ریمیک شما سلاحتون عوضی که دیزاینش هم واقعا تو بازی عوض شده، قشنگ میدیدیش که عوض شده. ولی در هر صورت من امیدوارم که به این موضوع به این ریبر فکر کنن که آقا ما میتونیم لباسای جدید بذاریم و لباسایی که میذاریم حداقل ببینیمشون، چون اون کنسول این موبایله، حالا شما اگه میرید دیزاین که قطعا رونم دیزاین کردین، ولی الان خب دیگه دیره برای ریمیک. ولی در صورت خیلی خیلی جالبه این مکانیکاش. من حالا میگم چون گیمر موبایلی نیستم، بیشتر رو کنسول بودم، برای من حداقل خیلی جذاب بود و واقعا جذبم کرد، یعنی یه جوری شدش که من واقعا الان چندین فنان هست شاید بگم نزدیک به 8 ساعت اینا تا الان پاش وقت گذاشتم و شاید هم بیشتر، و واقعا لذت بردم. یعنی بازیه که هر چقدر بیشتر بازی میکنی بیشتر خوشت میاد و چالش داره یه جاهایش و آدم اصلا کیف میکنه از این حجم دیتیلی که برای یک بازی گذاشتن، هرچند یه ذره نگران کننده هست همین حجم دیتیل، چون با خودم فکر کنم خب چقدر قرار سنگین باشه محصول نهایی، یعنی تصور این که این همه مثلا لول و داستان توشه، بعد با خودم فکر کنم خب دقیقا قرار خیلی بزرگ باشه. همین الان که به شما دارم میگم همون 700 اگه بازی کردم، بازی سرجم 5 گیگ
اطلاعات از من گرفت، جا گرفت و تازه این به کلوز بتا، یعنی من هنوز یعنی شما تا الان فقط 3 تا چپتر رفتی جلو، حتی فکر کنم یه چپتر ولی 3 تا میشن بزرگ یه چیز توی مایا، ولی منظور این که همون اول بازی کرایسیس کور و 7 رو بهتون میده و برای من سوال دقیقا چقدر قرار بزرگ باشه بازی نهایی، یعنی میتونه راحت 5 گیگو برسه و من امیدوارم یه ریلیس کامپیوتر داشته باشه این بازی جدا از موبایل و اینا، رو کامپیوتر اگه بدون ازم خیلی منطقیه، قطعا رو موبایل سنگینه، قطعا اذیت ممکنه که حالا من گوشی جدید گرفتم ممکنه یه ذره برای من اوضاع فرق کنه، ولی قطعا برای کسی که مثلا مید رنج داره بازی میکنه و اینا ممکنه به مشکل بخوره و اون لذت رو نتونه ببره، ولی رو کامپیوتر قطعا خیلی راحت میشه منیجش کرد. البته اگه به سکور یو میبینیم میاد تمام استای ریمیک رو میاره اینور و سنگین میشه، ولی فکر نکنم. در صورت از خیلی نظرها بازی واقعا جذابه، یعنی اصلا و ابدا فکر نمی‌کردم یک بازی فاینال فانتزی اینقدر خوب باشه، چه از نظر کامبت ای تی بی، چه راه رفتن تو محیط، چه هر اتفاقی که توش میفته شدیداً خوب کار شده واقعا میگم. یعنی حالا من میدونم یه سری از این مکانیکایی که توش هست تکراریه، مال بقیه بازی موبایله، ولی برای من یکی دقیقا خیلی جذابه اینکه داستان 7 کرایسیس کور میتونین انقدر راحت تجربهش کنین و تو لوپ ماجر بیان قبل از اومدن ریبرف که میگن قراره آخر ژانویه بیاد چون لیک بوده، همین که این کارو میشه انجام داد بدون نیاز به مثلا چیز کنسول به نظرم خودش خیلی خوبه و خیلی حالت فشرده شده و خوبشه، نه خیلی طولانیه نه خیلی چیزه، تا اینجای کار که من خیلی حال کردم. ممکنه یه جاهای نیاز به گرایند باشه و اینا، مثلا همون سولو کانتنت رو مجبورشین برین که لولتون برسه، یا تاش اصلا بگین آقا اوتو خودت بجنگ، چون از لولی من لولم رسیده ولی خب نمیتونم، تو خودت بجنگ. ولی به نظر من همه اینا خیلی خوب کار شده. حالا ما هنوز نمیدونیم ایور کرایسیس قراره مثلا بگی آقا از این پک به بعد پولیه، مثلا پول بدین ما اینو بهتون میدیم که داستان رو ادامه بدین، یا اینکه بیان بگن که آقا ما مثلا تو طول سال هی اپیزود میدیم بیرون، چون واقعا خب به نظر من نمیصرفه به سکور اگه بخواد کامل مجانی باشه اینا، و از اونجایی که من میگم تجربه موبایل گیمینگ اونقدر ندارم نمیتونم حدس بزنم آیا قرار کامل مجانی باشه یا نه، ولی میدونم که احتمال زیاد روی گاچای بازی، همون درا کردن لوت باکس ها خیلی قرار تمرکز باشه، همونجور که برای نیر مثلا میدونم بود و نیر هم شما مثلا کاراکتر جدید و اینا آنلاک میکردین، اینم ممکنه اونو بعدن بیاره به عنوان گاچا بیاره که پول در بیاره از توش. ولی آها یه ایراد نهایی هم که داره، حالا ممکنه چون کلوز بتا اینطوری، ولی من یادم نیر هم وقتی اومد روی وی پی ان های خاصی کار میکرد، توی مثلا لوکیشن خاصی بعد اون وی پی ان می بود و حتما بعد مثلا وی پی ان خوب می بود. من نمیدونم آیا با ایور کرایسیس به مشکل میخوریم یا نه، من حالا به هوای اینکه کلوز بتا ممکنه یه ذره خب سخت باشه، نادم با وی پی ان میزنم که بتونم بازی رو لود کنم، ولی امیدوارم موقعی که ریلیز شد به این مشکل نخوریم و اگه رو پی سی اومد کلا این داستان نباشه. ولی در صورت بازی تجربه خیلی خیلی جالبی برای من داشته و از کاتسین هایی که از ریمیک و اینا گرفته یا حتی از کرایسیس کور گرفته تا دیزاین کاراکترها تا هر چیزی که داره فوق العاده جذابه و من قطعاً تمام بخشایی که مال 7 و کرایسیس کور بود و توی ویدیوهای جدا جدا میذارم، یعنی مثلا یه تیکه میشه فقط مخصوص داستان 7 که تو این کلوز بتا میشد بازی کرد و کرایسیس کور همونطور، به فرست سولجر هم اگه دوست داشته باشین این کارو میکنم، ولی در اصل بازی خیلی جذابه قطعاً بیاد من چه میگن میندازم رو دور محتوا ساختن واسش، چون واقعاً خوبه و به نظر من کسایی که 7 رو کرایسیس کور رو بازی نکردن اینطوری قطعا میتونن بیان سراغش و لذت ببرن، کسایی هم که حالا میدونن و اینا قطعا براشون میتونه یه چیز جالب باشه که دوباره اینا رو تجربه کنن، و اونایی هم که میام اونا رو بازی کردن وزن سرات فرست سولجر در اصل آپشن خیلی خوب میتونه باشه، یعنی چیه چون اسمش از فاینال فانتزی 7 فرست سولجر که میتونه راجع به سفراف باشه، یعنی من احساس کنم راجع به سفرافه، یعنی اون موی کوتاه و اینا، یعنی الان مطمئن شدیم ما رو قرار نیست دیزاین ها عوض بشه یا ادیت بکنیم، احساس کنم راجع به اونه و
اونم مثلا یه تیکه بوده به قدیمای مثلا چیز فاینال فانتزی 7، ولی در صورت به نظر من خیلی چیز جالبیه، قطعا بازیش کنین اگه تونستین وقتی اومد، چون که کلوز بتا دیگه اگه اومده یعنی چی میگن انتخاب شده باشین که شدین، اگه هم نشدین که خب بخت بدتون بوده، ولی وقتی اومد ریلیس کامل شد که ریلیسشو نمیدونم هنوز واقعا کیه، فکر کنم اعلام نشده، اگه اعلام شده که من تو توضیحات مینویسم کجا یعنی کی قرار بیاد، ولی در صورت میارزه، واقعا بازی خوبی بود و تجربه جالبی رو برای من رقم زد، یعنی این کامبتش هم خیلی خوب بود، گرافیک، کامبت، همه چیش خیلی ترتمیز بود و من توقع نداشتم، یعنی قشنگ سورپرایز شدم و یه چیزی رو کشف کردم که خودم گفتم عجب چیز باحالیه. ولی در صورت این از این، این نظر کلی من راجع به ایور کرایسیس تا به الان، قطعا فرست سولجر هم ببرم جلوی ویدیو جدا برای اون میدم کلا، چون که اون فکر کنم نمیدونم اصلا محتوای سینگل پلیر یا مولتی پلیر چه جوریه، واقعا در جریانش نیستم کامل چون اطلاعات زیادی هم نشین، یادم یه بتای اونم جدا داشت ولی این دیگه همشون اومدن توی ایور کرایسیس، ولی در صورت اطلاعات لازم رو میدم راجع به اون و یک چی میگن نظر نهایی هم میذارم که مثلا الان فکر کنم خب یه هفته کلوز بتا، بعد یه هفته آقا نظر من الان چیه، آیا همونقدر هنوز خوبه، آیا اذیت کرده، آیا بهتر شده، اصلا همه اینا رو میذارم، ولی تا به اینجای کار امیدوارم لذت برده باشین، اگه هم بردین یه لایک و کامنت برای من بذارین و اگه دارین فاینال فانتزی 16 رو بازی میکنین پیشنهاد میکنم که هم نقد منو ببینین هم راهنمای بازی راجب سلاح‌ها، راجب آرمورها و هر چیز دیگه که تو بازی هست، اونقدر نیستش آیتم‌های بازی برای گرفتن ولی باحالن، میارزادن بره بهش وقت بذاره و تلاش کنه بگیرتش، امیدوارم که لذت برده باشین، اونا رو هم اگه وقت کردین ببینین اگه دوست داشتین و سعی میکنم که خیلی بیشتر از فاینال فانتزی ویدیو بذارم، دارم یه ویدیو هم میسازم راجب تاریخچه کلاً فاینال فانتزی و بازی مختلفش که معرفی کوتاه باشه که کسایی که میخوان وارد دنیاش بشن بدونن هر بازی مثلا به کدوم بازی بیشتر به سلیقه اولشون میاد که بعد برن سراغش. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین و تا قسمتی بعدی هم خدا نگهدار.